از فراز صخره‌ای که پدرش او را بر آن رها کرده بود بدان سو نگریست، با خود اندیشید زیبایی لعنتی ابدی است. زیبایی سایکی به کمال بود، چنان که او را چون تجسم تازه ونوس خدای عشق می پرستیدند. عاشقانش جرأت نزدیک شدن به او را نداشتند. پدرش از هاتف معبد آپولون راهنمایی خواست. گفته شد دخترش را بر صخره‌ای رها کند تا اژدهایی وحشی و سنگدل چون دیوی بالدار را به شوی گیرد. چون بر صخره تنها ماند، باد غرب او را به آهستگی از زمین برداشت و در پیشگاه کوشکی فرود آورد. صدایی به او گفت: تو اینک در خانه‌ات هستی، اگر جرأت دیدارش را داری، شویت در خوابگاه چشم انتظار توست. اتاق خواب آنقدر تاریک بود که شوهرش را نمی‌دید، اما حس کرد که شباهتی به اژدها ندارد. پوستش نرم و لطیف و صدا و رفتارش ملایم و مهربان بود. از او پرسید: کیستی؟ اما شوهرش گفت: هرگز نمی‌تواند این پرسش را پاسخ دهد. اگر او را دوست دارد، چه نیازی به دانستن؟ شوی او هر شب به بسترش می آمد و دیری نگذشت که بار برداشت. شادمان شد، ولی از سوی نگران این که چگونه کودکش را با مردی که هرگز ندیده است بپرورد. آن شب چراغی برگرفت و به شوی خفته نزدیک شد. در بستر کیوپید را دید، خدایی که با تیر عشق خدایان و میرایان را به یکسان گرفتار می‌کرد. چراغ از دست سایکی افتاد و روغن داغ بر کیوپید ریخت. کیوپید گفت مادرش ونوس از روی حسادت به زیبایی سایکی از او خواسته بود که سایکی زیبا را به عشق موجودی پست گرفتار کند، اما او خود شیفته زیبایی سایکی شده و تیر عشق را بر جان خود زده است. او گفت باور ندارد که آدمیان و خدایان در عشق برابر باشند و اکنون که رازش آشکار شده، امیدی برای خوشبختی آنها باقی نمانده است. پس پرواز کرد و رفت و سایکی در چنگ نومیدی برجا ماند، تا آنکه ندایی شنید که نوید می‌داد عشق برابر او و کیوپید ممکن است. با امیدی بازیافته در جستجوی کیوپید به راه افتاد. ونوس اما سر راهش را گرفت و گفت فقط در صورتی میتواند با کیوپید ازدواج کند که آنچه را از او میخواهد انجام دهد. نخست از سایکی خواست که تلی بزرگ از دانه ها را در یک شب از هم جدا کند. در اوج ناامیدی مورچگان به یاریش آمدند. آنگاه ونوس از او خواست که پشم گوسفند زرین را که به ماجراجویی شهره بود برایش بیاورد. خدای رودخانه به او نشان داد که چگونه پشم‌هایی از گوسفند زرین که بر سر خاربوته ها مانده بود را گرد آورد. سرانجام ونوس از او خواست که به جهان زیرین سفر کند و پرسفونه شهبانوی مردگان را قانع کند تا قطره ای از زیباییش را در جعبه‌ای برای ونوس بفرستد. دیگر بار ندای پنهان به یاریش آمد و به او گفت برای سربروس سگ نگهبان جهان زیرین نواله‌ای ببرد و برای شارون کرجیبان سکه تا او را از رود استیکس بگذراند. وقتی این وظیفه را نیز به پایان رساند، به جهان زندگان برگشت. درست در بیرون قصر ونوس جعبه پرسفونه را گشود تا کمی از زیباییش را برای خود برگیرد. جعبه اما از خواب آکنده بود، نه از زیبایی. سایکی بر زمین افتاد و به خواب رفت. کیوپید که زخمهایش بهبود یافته بود، عروس خفته خود را برداشت و پرواز کرد. کیوپید گفت که بر خطا بوده و جسارت سایکی در عشق ثابت می کند که او نه فقط برابر بلکه برتر از کیوپید است. کیوپید به او از شهد خدایان می نوشاند و او را نامیرا می کند. اندکی بعد سایکی دختری می زاید. او را لذت می نامند.
از آن روز تا کنون لذت، کیوپید و سایکی که به معنای روان و جان است، زندگی عشقی آدمیان را پیچیده و جذاب کردند.